طرفهای ایرانی و آمریکایی مذاکرات وین از امکان دستیابی به توافق ابراز تردید می‌کنند. تردیدهایی که گفته می‌شود از خروج یا عدم خروج سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا ناشی شده. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. در ایران به رغم تبلیغات دولت در عدم همامیختگی مذاکرات با مسائل اقتصادی، گروهی بر این باورند که دولت مردان و مقام‌ها بیخبر از وضع اقتصادی مردم در انجام توافق گره افکنی می‌کنند. روزنامه جمهوری اسلامی در همین زمینه نوشته است: طولانی شدن مذاکرات فقط زمانی می‌تواند منطقی باشد که مردم احساس کنند در جامعه‌ای که عدالت اجتماعی در آن جریان دارد زندگی می‌کنند. پیشتر 190 نماینده مجلس ایران با انتقاد از پیشنویس 17 صفحه‌ای مذاکرات گفته بودند تیم مذاکره از خط قرمزهای مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی عبور کرده است. اظهاراتی که سخنگوی وزارت خارجه ایران به آن واکنش نشان داده و گفته متنی نهایی نشده که ما درباره آن صحبت کنیم. در دیدگاه همراه با مهدی مهدویآزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از آلمان، دلایل ابراز تردید مقام‌های ایران و آمریکا از حصول توافق و زمینه‌های تعلیق مذاکرات در ایران را بررسی می‌کنیم. آقای مهدویآزاد، سخنگویان وزارت خارجه های ایران و آمریکا در امکان حصول توافق ابراز تردید می‌کنند، از مسائل حل نشده حرف می‌زنند. اون چه لاینحل مونده از طرف ایران یا آمریکا و دیگه اینکه آیا موارد باقی مونده قابل توافق یا با چشم پوشی حل میشه. ببینید، مثال مذاکرات ایران و آمریکا مثل زن و شوهری شده که با هم قهر هستن، جنگ دارن، در آستانه طلاقن و شما موقعی که ازشون بپرسید حالا چه خواهد شد، طلاق میگیرید یا نه، یا با هم زندگی میکنید، به شما میگن معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ به این خاطر که بخش بزرگی از واقعیت‌های زندگی اونها رو شما نمیدونید و به شما نگفتن، رویه ظاهریشو میبینید. یه نمونه مثال بزنم، علی خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌های اخیرش ناگهان فاش کرد که آمریکایی‌ها برای ایران شرط گذاشتن که ایران باید تعهد بده که اگر برجام احیا شد بعدش بیاد پای میز مذاکرات در مورد خاورمیانه. یا اخباری منتشر میشه در مورد اینکه مثلا آمریکایی‌ها گفته میشن، گفتن که فلان امتیاز رو میدیم به شرطی که ایران تنش رو در خاورمیانه کم بکنه. همین نشون میده برخلاف وعده‌ها و اظهارات مقامات ایرانی که گفته بودن ما هرگز وارد برجام بدو نمیشیم، ما هرگز وارد خاورمیانه نمیشیم، هرگز در مورد موشکی بحث نمی‌کنیم، برخلاف این ادعاهای قبلی ایران ظاهراً وارد مذاکره شده با آمریکا و بحث‌های اون پشت پرده وجود داره. الظاهر چیزی که شما الان می‌بینید بحث بر سر برداشتن تحریم‌های سپاه، خارج کردن سپاه پاسداران از لیست تروریسم و حذف از تحریم‌های نزدیکان آقای خامنه‌ای و دفتر او. بحث دیگری که گفته میشه در مورد ضمانت‌هایی است که ایران از آمریکا قراره بگیره که این البته در بیانیه دیروز مجلس گفته نشده. منتها اون چیزی که در بطن ماجرا شما می‌تونید حدس بزنید این است که ایران و آمریکا دارن بر سر رفتار ایران پس از برجام، رفتار بعد از برجام ایران در خاورمیانه بحث میکنن. این نقطه‌ای است که میتونه کریتیکال و بحرانی باشه. منتقدان دولت در ایران میگن چون مقام‌ها از وضع شهروندان بیخبرن، مشکلات اقتصادی ناشی از برجام رو کم انگاری میکنن یا نادیده میگیرن. این انتقاد آیا به این معنیه که در داخل هم معتقدند گره برجام به دست ایران باز میشه؟ آقای مهدوی‌آزاد، حاکمیت اگر اینطوره به چه دلیل برجام رو معلق نگه داشته؟ اصل این تحلیل و انتقاد درسته، منتها نه به دلیل بی اطلاعی مقامات یا دستگاه مسئول، بلکه به این خاطر که منافعشون ایجاب میکنه. ببینید، یک مثال، بخشای نزدیک به سپاه پاسداران در رسانه‌ها یا محافل تحلیلی در ماه‌های اخیر دارن یه پیشنهاد عجیب میدن. اونا میگن که آقا ما میتونیم بدهیامون رو مثلا با کره جنوبی یا با عراق به صورت کشور با کشور حل کنیم، آنچنان که امروز هم شایعش پیچیده شد. رسانه‌های سپاه خبر دادن که احتمالاً 7 میلیارد دلارش از عراق خواهد گرفت و بعد اینطوری میگن خب اگر ما بدهیامونو بگیریم، تحریم‌ها هم که بلدیم دور بزنیم، پس دیگه اصلا واسه چی باید برجام امضا کنیم؟ میدونید، یا یک ذهن بیمار و واقعا نادان میتونه چنین تحلیلی رو ارائه بده، یعنی نفهمه فرق این که 7 میلیارد دلار شما بگیرید یا ایران تحت تحریم باشه چیه، یا ذهنی که صرفاً به دنبال منافع خودش هست. داستان از این قراره که نهادهایی که منافع میلیارد دلاری دارن از تحریم‌ها، از دور زدن تحریم‌ها، میتونن با پول نفت، با نمیدونم قاچاق نفت، زمین و زمان را جابجا بکنن. اونها دارن الان با این شکل تحریم‌ها کارشکنی میکنن. از منظر حکومت داری، از منظر منافع مردم واضح هست هر روز که نه هر ساعت که تحریم‌ها برداشته بشه به نفع مردمه، حتی به نفع همین جمهوری اسلامی است. منتها از منظر روحانیونی که یک نمونه شما دیدید ماهانه $200,000 نماینده آقای خامنه‌ای در پاکستان پولشویی میکرده و پول میگرفته، از اون زاویه طبیعتاً صلح چیز خوبی نیست. بر اساس صحبتتون آقای مهدوی‌آزاد، منافع چه گروه‌هایی بر منافع عمومی ایرانیان اولویت داره که میتونن بر انجام توافق یا عدم توافق تأثیر بگذارن؟ این گروه ها مشخصا چی میخوان؟ اگر بخواید مسئله رو ساده سازی بکنید، ساختار حکومتی ایران به دو بخش تقسیم میشه. اون بخشی که مربوط به دولت هست یا مردم میتونن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به نحوی ازش حداقل اطلاعاتی به دست بیارن، هرچند که نمیتونن برش اثر بگذارن، مثل وزارت خونه ها و غیره. و دوم اون بخشی که امپراتوری اقتصادی رهبری جمهوری اسلامی یا ولی فقیه شناخته میشه. آقای بهزاد نوایی نایب رئیس اسبق مجلس در یک مصاحبه گفته بود که 60% اقتصاد مولد ایران، تکرار میکنم 60%ش، در اختیار این 4 بنیاد تحت فرمان آقای خامنه ای است، یعنی کمیته امداد و اون در واقع بنیادها، آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم الانبیا و بنیادهای در واقع مربوط به سپاه پاسداران، بنیاد تعاونی سپاه پاسداران. ببینید این مجموعه عظیم اقتصادی طبیعتاً این امپراتوری اقتصادی مقابل هر نوع تغییر شرایط مقاومت میکنه. منافع اونهاست که به خطر میفته، اونها دارن کارشکنی میکنن. یه سری خرده منافع هم داریم، مثلا به صورت سنتی جناح بازار، معتلفه و جناح‌های نزدیک به سپاه پاسداران، اونها از صادرات یا واردات با چین منافع زیادی میبرن. بسیار اساسا کل کار اقتصادیشون واردات از چین هست. اونها دوست ندارن که ایران درش به روی بازارهای بین‌المللی باز بشه، به این خاطر که در اون صورت اجناس نامرغوب چینیشون رو با گرانترین قیمت نمیتونن در ایران بفروشن. اونها هم یه جورایی کارشکنی میکنن. پاسخ خطیب زاده به نمایندگان مجلس رو از چه زاویه‌ای میبینید آقای مهدوی‌آزاد؟ مجلس و دولت که ظاهراً یک دست بودن، این منازعات و مخالفت‌ها در کجا ریشه داره؟ این منازعات برمیگرده بخشیش به تلاش‌های بخش‌های مختلف حکومت برای اینکه رهیافت‌های خودشون رو به کرسی بنشونن. ببینید در همین حکومت یک دست و ساختار کاملاً یک دست شما می‌بینید ناگهان آقای امیرعبداللهیان، فردی که به هر حال موقعی که در زمان ظریف در وزارت خارجه بود به عنوان نماینده سپاه قدس شناخته می‌شد، آقای امیرعبداللهیان میاد مصاحبه می‌کنه، میگه فرماندهان سپاه به او گفتند که اگر تحریم‌های سپاه برداشته نشدم عیبی نداره، شما برید برجام امضا کنید. یا آقای شمخانی ناگهان میاد از گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا حرف میزنه. آقای امیرعبداللهیان، همین امیرعبداللهیان که قبلا مخالف بود، هم ناگهان میاد میگه ما مشکلی نداریم با گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا. بخش‌های از حکومت به صورت کلی که میدونن شرایط رو میشناسن و میدونن بدون برطرف کردن تحریم‌ها آینده دولت و حکومت بسیار تیره خواهد بود و ایران به سمت یک نظم شبه کره‌ای بیشتر پیش خواهد رفت، کره شمالی منظورم هست. اونا منطقاً دارن تلاش میکنن که یه چیزی از توافق در بیارن، حتی اگر یه توافق کاملا نشه بتونن فشار تحریمی رو کم بکنن. اون دست از حکومت، اون بخش دیگری از حکومت که یکسره منافعش در تحریم‌ها و دورزدن تحریم‌ها است، مشخصا سپاه پاسداران، بنیادها، نهادهایی که به فرض تحریم‌ها رو دور می‌زدن، پولشویی می‌کردن و بخش ایدئولوژیک حکومت، اونها دارن مقاومت می‌کنن. فقط یک جمله بگم، ببینید اطلاعاتی که در 2 سال اخیر ما در مورد پولشویی محافل نزدیک به حکومت داریم، یا حتی پولشویی حزب الله لبنان، نمی‌دونم کاری که حزب الله لبنان در ونکوور کانادا می‌کنه، استفادهش نمی‌دونم از قمارخانه‌ها، قاچاق مواد مخدر، اینا نشون میده که اون بخش ایدئولوژیک حکومت که دنبال صدور انقلابه به شدت درگیر منافع اقتصادی شده که اون منافع اقتصادی با برجام، با پذیرفتن ETF ممکنه به خطر بیفته. آقای مهدوی‌آزاد، شما به موضوع طلب‌های ایران و آزادسازیش اشاره کردید. میخوام ازتون بپرسم عدم صراحت لهجه خطیبزاده در آزادسازی طلب ایران از کره جنوبی چه دلیلی داره؟ چرا شفاف اطلاع رسانی نمی‌کنن؟ ببینید اول من مطمئن نیستم در مورد کره جنوبی بحث باشه. اون چیزی که امروز در رسانه‌های سپاه منتشر شده به نظر من میرسه که در مورد طلب‌های ایران از عراقه. درسته که ما از کره جنوبی چیزی حدود $7 میلیارد طلب داریم. آنچنان که آقای آل‌احسان گفته، طلب ما، طلب در واقع صادرات گاز و برق ما به عراق هم چیزی حدود $5 تا $7 میلیارد. آنچنان که گفته میشه وزیر خارجه عراق آخر این هفته قرار هست یه سفر کوتاه به ایران هم داشته باشه. بیشتر به نظر میرسه که خبر امروز رسانه‌های نزدیک به سپاه در مورد طلب‌های ایران از عراق هست، مخصوصاً که سیاست خارجی ایران در حوزه عراق بیشتر در اختیار سپاه قدس و سپاه پاسداران هست. منتها در مجموع که شما نگاه کنید این مسئله طلب‌های ایران، اولا اصلا کل طلب‌ها روشن نیست، معلوم نیست ما چقدر از کره جنوبی، چقدر از عراق، چقدر از چین ما طلب داریم. در مورد چین که اساساً همه سکوت می‌کنن، گفته میشه بین 20 تا 30 میلیارد دلاره. طلب‌های دیگه که از سایر کشورها هم داریم معلوم نیست. دوم نحوه در واقع دریافت این طلب هم باز معلوم نیست، از اون بدتر نحوه هزینه کردش هم معلوم نیست. میخوام بگم یه سفره بزرگ باز شده در طول این سالهای اخیر به خاطر تحریم‌ها، در واقع یک نظمی شکل گرفته که این نظم از هر زمان دیگری متاسفانه فاسدتر هست و همین فساد مقاومت میکنه مقابل هر تغییر. در نهایت آقای مهدوی‌آزاد، اقتضای منافع نظام جمهوری اسلامی به نظر شما در این شرایط چیه؟ چقدر فرصت پیش روی ایرانه و جمهوری اسلامی تا کی میتونه روی خواسته هاش پافشاری کنه؟ یک مشکل در ساختارهای این چنین ساختارهایی که دیکتاتوری هستند، رهبران مادام العمر دارند، این هست که محاسبات اساساً اشتباه در میاد. شما نمونه خیلی روشنش در حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین میبینید. ببینید تمام محاسبات این مرد اشتباه در اومد. به خاطر که الان همه میگن پوتین ایزوله شده بود و دریافت درستی نداشت. جدی فکر میکرد که دولت اوکراین ظرف 2-3 روز سرنگون میشه، اونم خیلی راحت 2-3 روز اوکراین رو میگیره. ببینید محاسبات آقای خامنه‌ای تو طول این سالا نگاه بکنید، یکی پس از دیگری اشتباه در اومده. همین آقای خامنه‌ای 10 سال پیش مصاحبه کرد و گفتش که بر اساس اطلاعاتی که او داره نفت آمریکا تا سال 1400 تمام میشه. الان آمریکا داره یکی از بزرگترین کنندگان نفت میشه، تولید کنندگان نفت داره میشه در دنیا. میبینید اینقدر اشتباه هست، هم تحلیلشون از شرایط، هم اطلاعاتشون و طبیعتا تصمیماتشون بر مبنای این اطلاعات. مسئله این هست که مقامات ایرانی الان فکر میکنن بعد از حمله روسیه به اوکراین نظم جدیدی شکل گرفته. اینی که روسیه اعلام کرده نفت ما رو شما باید مثلا با پول روسی بخرید، این رویای 20 ساله مقامات ایرانی است که میگن ما برای ضعیف کردن دلار باید بریم سراغ ارزهای دیگه‌ای و نفتمون رو به ارز دیگه‌ای بفروشیم، یا به ریال یا مثلا به ارزهای دیگه. اگر این با استراتژیک رو بکنن مقامات ایرانی و توهم داشته باشن که دوران جدیدی شروع شده، ممکن هست شرایط به شدت سخت‌تر بشه و ایران در واقع قعر انزوا هست، فروتر بره. منتها در غیر این صورت همچنان فکر می‌کنم فرصت هست، اگر عاقل باشن فرصت برای احیای برجام هست و این به نفع خودشون هست نه به نفع کشورهای دیگه. بسیار سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن، آلمان. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از شما تشکر می‌کنم. ممنون که همراه ما بودید.